سلام سال نو رو بهتون تبریک میگم امیدوارم که سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم همه ما و سالی باشه سرشار از موفقیت تو این ویدیو میخوام در مورد پرپلکسیتی باهاتون صحبت کنم یه هوش مصنوعی که ممکنه خیلی اسمش رو شنیده باشید و یه سری ویژگی های خیلی خوبی داره خصوصا اگر کار تحقیقاتی بخواید انجام بدید ولی ویژگی های سرچ و بقیه مواردی هم که داره در مقایسه با سایر هوش مصنوعی هایی که وجود دارن و استفاده میکنیم جالبه و ویژگی های خوبی داره که حالا با هم دیگه بهتون نشون میدم که چه ویژگی داره زمین اینکه سعی میکنم تمام اون چیزهایی که باید در موردش بدونید رو بهتون بگم خب اگر وارد وبسایت پرپلکسیتی بشید همین چیزی که روی صفحه میبینید خیلی ظاهر شبیه به بقیه هوش مصنوعی هایی که تا حالا مثلا کار کردیم مثل چت جی پی تی داره خب همونطور که میبینید یه بخش در واقع سمت چپی داره که گزینه‌های هوم و دیسکاور و اسپیسز و لایبرری وجود داره که حالا اینا رو با جزیات بهتون میگم این وسط در واقع صفحه یا کنوس شما هم جایی هست که میتونیم پرامپت ها رو بدیم و اگر یه بار اینجا کلیک کنید میبینید که یه سری اون سوالایی که ممکنه دنبالش باشید رو خودش پیشنهاد میده که میتونید سرچ کنید گزینه ای که وجود داره گزینه set sources for search هست که حالا باز اینا رو بهتون توضیح میدم و میتونیم فایل هم اتچ کنیم یه سری اخبار یا اون هدلاین هایی که وجود داره رو هم این پایین بهمون نشون میده که خب چیز خاصی نیستش پس نکته اول و مهمی که وجود داره اینه که ما وارد این اینترفیس میشیم و میتونیم سوالاتمون رو ازش بپرسیم و قبل از اینکه ادامه بدم یه نکته ای رو بهتون بگم که اصلا چرا ما باید از پرپلکسیتی استفاده کنیم ویژگی اصلی پرپلکسیتی که حالا الان با هم دیگه خواهیم دید اینه که این هوش مصنوعی میاد و بر اساس داده های واقعی به ما جواب ها رو میده و در واقع ما ریسورس های منابعی که استفاده میکنن رو میبینیم ضمن اینکه که الان خیلی از هوش مصنوعی ها این کار رو میکنن در واقع ریسورس هاشون رو نشون میدن اما هنوز پرپلکسیتی یکی از بهترین گزینه ها هست برای این کار و خصوصا توی بحث آکادمی که با هم دیگه مورد بررسی قرار خواهیم حالا بذارید اولین پرامپت رو اینجا من ازش بپرسم و ببینیم که چطوری به ما جواب میده به عنوان اولین سوال من ازش بپرسم که چرا راهنمایی چطور کار میکنن و برای این ببینیم چه جوابی به ما میده خب خیلی سریع هم عمل میکنه و اینجا میبینید که عمل کرده سریعی داره و حالا منابعی که استفاده کرده رو اینجا به ما نشون میده دوباره سورسز یا منابع رو اینجا هم میتونید داشته باشید اما به طور کلی از منابعی که استفاده کرده اینجا به ما توضیحاتی رو میده و میبینید که زبان فارسی رو هم به راحتی پشتیبانی میکنه و از منابع فارسی هم عموما استفاده کرده مثل دیجیاتو، پارک ترافیک و بقیه موارد و جواب ها رو هم که میبینید به چه صورت داده اما بیایم همین سوال رو از گوگل هم بپرسیم تا ببینیم تفاوت این هوش مصنوعی با گوگل و سرچ گوگل چیه خب همونطور که میبینید گوگل اومد و یه سری وبسایت ها رو برای ما ارائه داد که احتمالا همون وبسایت هایی هم هستن که پرپلکسیتی از اونها استفاده کرده ولی در قالب وبسایت و یه توضیح خیلی کوچیکی هم اینجا به ما داده حالا اگر من این سوال رو انگلیسی ازش بپرسم یه در واقع AI generated answerی به ما میده که خیلی شبیه به جواب پرپلکسیتی هست اگر من این سوال رو انگلیسی ازش بپرسم اما ویژگی که وجود داره و این سوالی که ممکنه پیش بیاد که خب اگر جوابهای مشابه میدن چرا ما باید از پرپلکسیتی استفاده کنیم به جای گوگل و جوابش این هستش که گوگل همیشه جوابهای مبتنی بر AI به ما نمیده در واقع بعضی از تاپیک ها هستن که شما اگر سرچ کنید AI گوگل جوابی رو به ما نمیده و مفید نخواهد بود برامون بنابراین به طور کلی میتونیم بگیم که سرچ پرپلکسیتی علاوه بر این که خب توضیحات رو میاد در قالب یک متن منسجم به ما میده نه وبسایت های مختلف خیلی راحت تره که باش کار کنیم ضمن اینکه اگر جواب ها رو نگاه کنید و لازم باشه میبینید در انتهای هر جمله در واقع اون منبعی که ازش استفاده کرده رو هم به ما نشون میده و ما میتونیم اگر لازم باشه روش کلیک کنیم یا بریم از اون منبع اطلاعاتمون رو بگیریم حالا اگر من بیام و یک در واقع پرامپت جدید توی پرپلکسیتی بهش میگن ترد اگر یک پرامپت جدید رو باز کنیم میبینید که یه همچین صفحه به ما نمایش داده میشه یادتون باشه که توی پرپلکسیتی اگر ساین نکنید در واقع اکانت نداشته باشید و بیایید یه چت جدید باز کنید یا بروزرتون رو ببندید دوباره باز کنید چتتون از بین میره خب مثل همه هوش مصنوعی های دیگه هستش که اگر اکانت نداشته باشید نمیتونید استفاده کنید حالا اینجا این ویژگی وجود داره که میتونید استفاده کنید ولی خب اگر ببندید و دوباره بیایید چتتون از بین رفته برای همین پیشنهاد میشه که همیشه در واقع اکانت درست کنید و وارد اکانتتون بشید حالا از اینا که بگذریم یه ویژگی دیگه ای که بهتون گفتم و این هوش مصنوعی داره و خیلی جالبه اینه که اگر روی این گزینه sources for search کلیک کنیم میبینید که گزینه آکادمیک و سوشال داره اگر من گزینه وب رو خاموش کنم و گزینه آکادمیک رو روشن کنم و حالا اینجا یک سوال دیگه ازش بپرسم که در واقع سوالش کمی علمی تر باشه مثلا اینکه رودخانه ها چگونه زمین رو فرسایش میدن ازش بپرسیم این بار میبینید که هایی که به ما میده فقط با استفاده از منابعی هستش که در واقع منابع آکادمیک هستن در واقع میره سامانه های آکادمیک رو سرچ میکنه از مقالات استفاده میکنه و جواب ما رو بر اساس اون مقالات میده و میبینید که منابع رو هم به همون نشون میده اگر روی هر کدوم از اینها کلیک کنید وارد اون در واقع منبع میشه و بهمون نشون میده که از چه منبعی استفاده کرده پس اگر داریم کار علمی انجام میدیم خصوصا حالا اگر سوال ها رو انگلیسی هم بپرسید خیلی به لحاظ دقت بالاتر از بقیه سرچ ها هست و جوابی که به ما میده مطمئنا از منابع اکادمیک استفاده کرده که میتونیم به اون منابع تکیه کنیم و میتونیم مطمئن باشیم که منابع صحیح هستن در واقع حداقل مقالات علمی هستن پس این ویژگیش خیلی ویژگی خوبی هست که ما میتونیم از منابع علمی برای تحقیقاتمون استفاده کنیم پس همینجا اگر دارید مقاله می نویسید پایان می نویسید مشخص میشه که چقدر کاربرد میتونه داشته باشه براتون توی بحث علمی و کاری که دارید توی پایان یا مقالتون انجام میدید یه گزینه دیگه ای که داره گزینه سوشال هست تا جایی که من اطلاع دارم این سوشال در واقع میره سوشال مدیا ها رو سرچ میکنه ولی تا جایی که من اطلاع دارم الان فقط ردیت رو سرچ میکنه و جواب رو بر اساس اون چیزی که توی ردیت هست به ما میده خب حالا بیایم بریم وارد اکانتمون بشیم و در واقع ساین اپ کنیم یا ساین این کنیم اگر اکانت ندارید باید روی گزینه ساین اپ بزنید اگر اکانت دارید گزینه لاگین رو بزنید وارد محیط پرپلکسیتی توی اکانت خودتون میشیم حالا اونجا بریم بهتون نشون بدم که چه ویژگی داره و چطوری میتونیم ازش استفاده خب همونطوری که میبینید من الان وارد محیط پرپلکسیتی شدم با اکانت خودم و حالا اینجا من پوشوندم ولی اکانتم اینجا هستش نشون میده و اگر روی گزینه ستینگ این چرخ دنده بزنم میبینید که تنظیمات اکانت رو به ما نشون میده میتونید در واقع دارک یا لایت مودش رو اینجا انتخاب کنید زبان اینترفیس رو میتونید تغییر بدید اینکه به چه زبانی جواب ها رو به ما بده میتونید انتخاب کنید اینجا که زبان های مختلفی رو داره میتونید از بین اونها انتخاب کنید اتو ساجستش رو میتونید خاموش یا روشن کنید عکس میتونید بذارید و بقیه مواردی که وجود داره و اینجا گزینه پرپلکسیتی پرو رو هم داریم که میتونید سابسکریپشن بخرید و ازش استفاده کنید اگر روی این گزینه بزنیم و توی این تب چیز دیگه ای وجود نداره حالا اگر بیایم بریم توی این قسمت پروفایل باز یه سری اطلاعات رو میتونیم اینجا داشته باشیم که چیز خیلی مهمی نداره ولی اینجا میتونید در واقع اطلاعاتی در مورد خودتون بدید مثل چیزی که چت جی پیتی هم داره که شما رو بر اساس اون اطلاعات بشناسه مثلا بگید که من دانشجو هستم دارم توی این موضوع کار میکنم سوالایی که میپرسم معمولا علمی هست و اینطور موارد خودتون رو به این هوش مصنوعی بشناسونید تا توی سرچ هایی که براتون انجام میده با توجه به پیشینهی که از شما داره این کار رو انجام بده حالا بیم این پنل سمت چپ رو هم بررسی کنیم با هم دیگه بچه ها گزینه هوم داره که خب مشخص از اسمش اون محیط اصلی نرم افزار هست یه گزینه دیسکاور داره که اگر روش کلیک کنید در واقع میاد اخبار و اون هدلاین ها و چیزهای جدیدی که در دنیا اتفاق میفته رو برای ما نشون میده و یه گزینه اسپیسز داره که این اسپیسز چیز عالی هست که میتونید در واقع محیط های مختلف رو درست کنید که بر اساس اونها بیاید و چتتون رو انجام بدید و بر اساس اطلاعاتی که توی اون چت هست دیگه همیشه جواب شما رو میده این گزینه اسپیسز هم خیلی چیز جالبیه اگر کرییت رو بزنید میتونید یه اسمی براش انتخاب کنید میتونید اموجی براش بذارید حالا اگر لود کنه میبینید که اینجا میتونید اموجی مختلف رو بذارید اینجا میتونید دیسکریپشن در مورد اون اسپیسی که چتتون اونجا باشه بهش بدید و اینطور موارد به طور کلی ویژگی خوبی هستش که این پرپلکسیتی داره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم و در نهایت لایبرری رو داریم که تمام چت هایی که ما انجام میدیم توی این بخش لایبرری وجود داره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم پس به طور کلی هوش مصنوعی پرپلکسیتی اینطور هستش و این گزینه ها رو داره که ما میتونیم ازش استفاده کنیم هر چیزی که لازم بود و توی اینجا وجود داره رو من بهتون گفتم فقط یه گزینه ای هستش که اگر بزنید اینجا هم هست میتونید نرم افزارش برای ویندوز رو هم دانلود کنید و استفاده کنید ولی خب من خودم به شخصه همین محیط وب رو دوست دارم و در واقع اون چیزی که توی براوزر میبینم باش کار میکنم خیلی عالی هست و یه بار دیگه بهتون میگم که اگر دارید کار آکادمیک کنید میتونه خیلی براتون مفید باشه توی سرچ هایی که انجام میدید و داده هایی که به شما میده براتون خیلی مفیده خب امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار بگیره خیلی سریع خواستم در مورد این هوش مصنوعی پرپلکسیتی بهتون اطلاعاتی رو بدم و ببینید از 0 تا برای استفاده این هوش مصنوعی چه چیزهایی لازم دارید ویژگی خوبی که داره اینه که لازم نیست حتما اکانت داشته باشید ولی خب بهتره که اکانت بسازید تا چتاتون از بین نره و میتونید از این هوش مصنوعی توی کارهای تحقیقاتتون استفاده کنید میتونه خیلی براتون مفید باشه اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفا یادتون نره که لایک کنید ویدیو رو و ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار